درود و وقتتان بخیر بینندگان عزیز به یک بسه تازه خبری از چینل تاپ سیکریت خوش آمدید. امرالله ساله در سخنان تازه بر مسعود اندرابی حمله کرده و وی را متزلزل خوانده است. همزمان با این معاون وزیر خارجه روسیه بار دیگر بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده است. در همین حال اتحادیه سرافان چهل خانه را در هرات ساخته است، از سوی هم حوسی یمن یکی از قوی ترین تیاره های ایالات متحده آمریکا را سرنگون کرده و روسیه نیز 17 پهباد اوکراینی را ساقط کردند در همین حال مرز پل ابریشم میان افغانستان و ایران بار دیگر بسته شد با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید اما قبل از آن لطفا ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب نمایید منابع محلی در نیم روز از بسته شدن گذرگاه پل ابریشم برای رفت آمد خبر می دهند. منابع تایید می کنند که مرز میان افغانستان و ایران از روز گذشته به این سو برای رفت آمد بسته شده است. و گفته منابع این گذرگاه از سوی ایران برای رفت آمد بسته شده است. طالبان و مقام های ایرانی نیز تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این گذرگاه پل ابریشم به دلیل تنشهای مرزی میان طالبان و مرزبانان ایرانی بر روی رفت آمد بسته شده بود همزمان با این وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه نهم سور اعلان کرده که هفده پهباد اوکراین را که وارد روسیه شده بودند سرنگون کردند اوکراین میگوید که هدف قرار دادن زیرساختهای های نظامی، انرژی و حمل و نقل روسیه مسکو را ضعیف می کند. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که حمله پهبادی اوکراین هیچ حادثه جانی و مالی نداشته است. همچنین پنتاگون میگوید که ارسال مشک های دفاع هوایی پاتریوت و مهمات توپخانه ای به اوکراین را به عنوان بخشی از بسته کمک های نظامی جدید خود سرعت میدهد وزیر دفاع آمریکا گفته که ایالات متحده از 6 میلیارد دلار برای این منظور استفاده کرده است. این مقام ارشد نظامی آمریکا گفته که اوکراینیها ها تنها به موشک های پاتریوت نیاز ندارند، بلکه به انواع دیگر سیستم ها و رهگیری ها نیز نیاز دارند. همزمان با این دادگاه در مسکو اعلام کرد که یک شهروند دیگر تاجکستان و زن دست داشتن در تیراندازی مرگبار به سالن کنسر در هومه مسکو بازداشت شده است جمه خان قربانوف متهم است که وسایل ارتباطی و مالی برای مهاجمان فراهم کرده است این حمله 144 کشته بر جای گذاشته و شاخه خراسان داعش مسئولیت این حمله را بردوش گرفته است <applause> از سوی هم معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که بر رسمیت شناختن طالبان به تشکیل حکومت فراگیر بستگی دارد او تصریح کرده است که حکومت فراگیر مستلزم این است که نمایندگان همه اقوام مذاهب و جریانهای سیاسی افغانستان در آن شامل باشند طالبان اما رژیم خود را هم شمول دانسته و تاکید کرده است که در برابر ارزش های طالبانی کوتاه مدنی نیست. معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرده است که مسکو روابط کاری خود با طالبان را حفظ می گفتنی است که روسیه در نزدیک به دو سال گذشته با طالبان رابطه آری از تنش داشته و سفارت این کشور در کابل باز و از های طالبان در مسکو نیز پذیرایی کرده است. همچنین تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان روز یک شنبه نهم سور گزارش داده که اتحادیه عمومی صرافان چهل خانه مسکونی را به زلزله زدگان ولسوالی زندجان هیرات تحویل داده است. با گزارش این رسانه این خانه ها با هزینه 20 میلیون افغانی ساخته شده است. طبق آمار مقام های طالبان در کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان حیرات نزدیک به چهار هزار خانه در حال ساخت بوده که 85 درصد آن تکمیل و به آسیب دیدگان زلزله تحویل داده شده است. بر اساس گزارش ها در زمین لرزه های پی در پی در ماه اکتبر در ولایت هیرات بیش از 1400 نفر کشته و هزار نفر دیگر زخمی شدند. در همین حال ارگ تحت کنترل طالبان به نقل از معاون نخست وزیر قزاقستان گفت که این کشور میخواهد برسیه های تحصیلی بیشتر به جوانان افغان اعطا کند ارگ طالبان افزوده که قزاقستان علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان است و همکنون آماده روابط تجاری ترانزیتی و سرمایه گذاری درازمدت با افغانستان است همزمان با این یک نوار تصویری که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود نشان می دهد که یک بانو قصد دارد خود را از پل کته سنگی به پایین پرتاب کرده و به زندگیش پایان دهد. هر چند زمان دقیق این نوار تصویری مشخص نیست اما دیده می شود که چند فرد رهگذر که در بالای این پل قرار دارند مانع خودکشی این بانو می شود. طبق گزارش ها در بیش از دو سال گذشته به ده ها دختر در ولایت های مختلف افغانستان اقدام به خودکشی کردند که شماری هم موفق شدند. از سوی هم امرالله ساله به سخنان مسعود اندرابی ما او را نام شال فعلا معاون ششونیم چکچکی ماندیم ما ششونیم بجا که چک چکچک شروع میکد برای رئیس جمهور اسبق واکنش تنده نشان داده و از احمد مسعود به شدت حمایت کرده است ساله هندرابی را سست و متزلزل خوانده و افزوده است که مسیر مقاومت مسیر آب دیدگان و کوره دهاست هاست. و این خطاب به احمد مسعود گفته است که آن روز دور نخواهد بود که مردم از خوشی اسم احمد مسعود را در کنار نعره تکبیر تکرار کنند وی علاوه کرده که روز خواهد رسید که احمد مسعود به آرامگاه احمد شا مسعود بگوید که پدر میراثت را حراست کردم برگشتم تا به آبرویت بیفزایم نه که از آن بگاهم پدر مردمت دیگر در بند اسارت نیستند و قرارگاههایت یک بار دیگر اسم پرشکوه تو را فریاد میزنند این گفته ها پس از آن صورت میگیرد که مسعود اندرابی و تازگی امرالله سالی را چکچکی خوانده و احمد مسعود را بارها جوان بچه بی تجربه و گرفتار در سیاست فاسد عنوان کرده است در همین حال و در پی بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب در میدان وردک، حیرات، فراه و بادغیز دو کودک جان باختند و خسارات هنگفت مالی بر مردم وارد شده است. طبق خبرنامه شب گذشته در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی دای مرداد این ولایت یک کودک ده ساله جان باخته است و سه تن دیگر به شمول یک زن زخم برداشتند. و خبر اخیر این که حوسی های یمن گفتند که یک فروند از پهپادهای پیشرفته هوایی آمریکا را سرنگون کردند نیروهای یمن علاوه کردند که این تیاره را با یک موشک زمین بعد هوا سرنگون کرده است یکی از سخنگویان وزارت دفاع ایالات متحده با تایید سرنگونی این پهباد در یمن گفته که تحقیقات در این زمینه آغاز شده است دوستان عزیز به پایان برنامه کنونی رسیدیم تا درودی دیگر بدرود